برام خدای مهربان سلام و شبتون بخیر. به برنامه پس از خبر خوش آمدید. همت الله میثاق محمدی هستم. وضعیت امنیتی بدخشان و بررسی نامنی‌های اخیر در وردوج را بحث امشب قرار دادیم و برای واکایی و روشنگری بیشتر روی تماس ویدیویی با ما جناب جنرال باباجان فرمانده پلیس ولایت بدخشان هستند. در آغاز جناب جنرال صاحب خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون آریانا نیوز تقدیم میکنم. علیکم السلام. از وضعیت امنیتی بدخشان بگین. طوری که از در جریان هستید، ولایت بدخشان یکی از ولایت‌های دورافتاده کشور ما هست و دارای اراضی کوهستانی و صحب‌العبور بوده که این با تقریبا سه کشور پاکستان، چین و تاجیکستان هم از همچنان با سه ولایت شمال کشور که تخار و پنجشیر و نورستان از هم سرحد است. موقعیت از این ولایت طوری است که چون از مرکز دور افتاده است و با کشورهای آسیای میانه و نزدیک هم از بودن با پاکستان جلب توجه دشمن برخورد کرده که از این نقطه می که دشمن به خاطر اهداف درازمدتی که در آسیای میانه دارد و همچنان موقعیت استراتژی که خود ولایت بدخشان دارد، دشمن می خواهد که در اینجا پایگاه های خود را داشته باشد. به این خاطر دشمن تلاش می کند که ساحل ولسوالی و دوج ولایت بدخشان که این با نقطه نزدیک به پاکستان است و همچنان نقطه نزدیک به کشور تاجیکستان و آسیای میانه است، این انتخاب کرده است که مدت زیادی در اینجا تلاش کردیم با پایگاه‌سازی خود و در ایجاد گروپ ها و جابجایی افراد خود که در مدت زیادی به این طرف باعث ناامنی و نارامیهایی که در ولایت بدخشان ناشی است است که دشمن در ولسوالی وردوج در یک خوستک با لانای خود جا بجا کرده و همیش عزیز به عملات تخریب کارانه خود یعنی ادامه بیتن. جناب فرمانده، چند روز پیش که شورشیان حمله کرده بودند در قریه صوفیان از ولسوالی وردوج بالای نیروهای امنیتی و در پایان این را هم شما هم تایید کردند که به تعداد 10 تن از سربازان پلیس را با خود بردن و یا هنوز ردشان معلوم نیست، آیا چیز تازه در این مورد دارن؟ طوری که هموطنان عزیز ما معلوم است و مردم ولایت بدخشان در جریان هستند، تقریبا مدت دو ماه میشه که ما به این وظیفه گماشته شدیم و در این مدت با هم تلاش کردیم که ولایت بدخشان در تامین امنیتش یعنی با سایر نیروهای امنیتی که در این ولایت هستن با همکاری مردم ولایت بدخشان امنیت خودتر و بهتر بسازیم که در این مدت اخیر ما دستاوردهای خوبی در ولسوالی البرز در آین کشم ولسوالی ارغنجخوا بارک یمگان و سایر نقاط عزیز یعنی ما دستاوردهای بسیار خوب داشتیم که یعنی تانستیم ما چندین گروه را به طرف دولت بکشانیم و اینا سلاح خود را بگذارند و با نیروهای امنیتی خود یک جا در تامین امنیت نقش داشته باشند و همچنان شما میفهمید که ولایت بدخشان نقطه است که قاچاقچیان مواد مخدر نیز در اینجا فعالیت دارند که ما در این مدت زمان تقریبا بالاتر از 10 تن از این افراد را دستگیر کردیم، بالاتر از یک تن مواد مخدر نیز در اینجا دستگیر شده است و کارهای دیگری که در این رابطه صورت گرفته است، یعنی ما تعداد زیادی که در صف مخالفین بودند با سلاح دستاشته خود آمدند. جناب فرمانده، پرسش من اینه که از پلیس ربوده شده و یا مفقود الاثر چیز خبر در دست دارین؟ در مورد این سوال میخواستم که در قسمت سوال که شما کردید در این رابطه روشنی خدمت بینندگان عزیز ارائه بکنم که حادثه اخیری که رخ داده است
تعداد سربازایی که شما پیشتر نام گرفتید اونا در اسارت طالبان است که ما با تمام جدیت تلاش خواهد کردیم در جهت رهایی از اونا که کار ما در این اثر جریان دارم. با حادثه‌ای که رخ داده است که صرف در قریه سوشان ولسوالی وردیج بوده دیگر سایر قریجات ولسوالی وردیج نیروهای امنیتی مستقر هستند در خروج از مشکلی وجود ندارد. ما در این مدت زمانی که درگیری ها آغاز شده است یعنی حدود 12 تن از طالبا همین لحظه ما در جریان امنی عملیات یک ترور خود یعنی به اسارت ما آمده و تلفات سنگین بالاتر از 30 تن نیروهایشان که جسدشان در محل معاربه و حادثه باقی مانده است سلاح‌های زیادتری از اونا در محل به وجود آمده و ما تلاش داریم که به خاطر نجات سربازان که در اسارت هستن به هر شکلی که باشه در نجات از اونا تلاش خواهد کردیم. پاسخ طالبان چی بوده در زمینه رهایی این 10 سرباز پلیس؟ شما میفهمید که تا فعلا در ساحل جنگ جریان داره و از مدت دو به این طرف از وضعیت آب و هوا در اینجا بارانی هست و از ساحل دیگر تقریبا مشکلات را به وجود آورده است و ما امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب از اینا به خاطر امنیت خوبتر بهتر همه گزینه را روی دست داره. امیدوار هستیم انشاءالله که با همکاری مردم به خاطر امنیت بهتر و خوبتر ما یعنی کارهای خود را در رابطه ادامه میدیم. آیا میدانین که این سربازان از سوی طالبان از سوی کدام دسته از طالبان به اسارت گرفته شده و موقعیتشان کجاست؟ اصلا شما میفهمید که ولسوالی و دوید از چندین سال به این طرف باید اکثر مشکلات ها هسته و این بار اول نیست و در این مورد حادثه که رخ داده است فقط چند پوسته بوده که در سوشان بود ولی عملا امیال ما در پل باشند و در قریه باشند که فاصله 500 متری هست نیروهای ما وجود دارد و در اونجا آماده برای وظایف بعدی هستیم. آیا میدانین که سربازان ربوده شده از سوی کدام دسته طالبان و در کدام موقعیت قرار دارند؟ طالبان که مربوط به ولسوالی وردوج قریه سوشان و دره کوستک است و در این موقعیت ها قرار دارند. ما انشاءالله که در عملیات هایی که پیش می داریم تلاش خواهد کردیم که سربازای ما نجات پیدا بکنند. طالبان خواستار تبادله این سربازها با زندانیان از صفوف خودشان هم شدن یا نه؟ تا فعلا در این رابطه کدام تماس ما با اونا نداریم چون شرایط جنگی از شما میفهمید در شرایط جنگی ارتباطات به صورت درست تامین شده نمیتونه ولی ما تاکید داریم و تلاش داریم که سربازای ما نجات پیدا بکنن. و شما مطمئن هستین که این سربازا حالا حیات دارن؟ ما گزارشاتی که میرسانه اینا در هستن و کدام ضرر تافیل هم برشان نرسیده است. در کدام مناطق درگیری جریان داره با طالبان؟ شما میفهمید که ولسوالی وردیج یک منطقه کوهستانی هست و یک دره هست و این فقط درگیری در قریه سوشان که بعد این وصل شد به تیرگران منایوه ما در منطقه تیرگران از طرف شرق و از طرف پل باشن از طرف غرب یعنی قوات ما در مرکز قرار دارن. درگیری ها در کدام مناطق مشخصا جریان داره؟ آیا تنها در وردوج است و یا نه کران و منجان هم همکنون شاهد درگیری هاست؟ در ارغنزخوار و بعضی مناطق دیگه بود که ما اونا را تصفیه کردیم. کماندان مشهور طالبا به نام قاری صابر با تعداد زیاد کشته شدن و تعداد زیاد افرادشان که حدود 12 تن میشه به اسارت پیش ما هستند و دیگر ولسوالی هایی که گروه
که داشتن اونا تصفیه شدین. از چند روز بعد این سو عملیات پاکسازی جریان داره، آنچنان که شما هم تایید کردین، آخرین تلفات نیروهای خودی، نیروهای امنیتی چه است و چه رقمی را نشان میده؟ نیروهای امنیتی ما کاملا آماده است که از امنیت مطمئن مردم شریف ولایت بدخشان دفاع بکنه و شب رو در خدمتشان است. همون شبیه که در سایر ولسوالی ها یعنی طالبان تلفات سنگین وارد کرده از سلاح مختلف از قبیل دشکر، راکت انداز، کلاشینکو، پیکا و مهمات و منهای مختلفانه و مدست آورده است و این بار امیدوار هستیم که این نقاط هم به شکل درستش پاکسازی و تصفیه شود. تا لحظات دیگر با جناب جنرال باباجان فرمانده پلیس ولایت بدخشان دوباره روی تماس ویدئویی وصل میشیم. حالا وقفه کوتاه داریم، در ادامه همچنان با ما بمانید. سلام دوباره، شما بیننده برنامه پس از خبر به گونه زنده و مستقیم از آریانا نیوز هستین و وضعیت امنیتی بدخشان و بررسی نامنه‌های اخیر در اردوج بحث امشب ماست و روی تماس ویدیویی با آقای جنرال باباجان فرمانده پلیس ولایت بدخشان بحث را ادامه می‌دهیم. جناب فرمانده، معلومات شما از چه قرار است؟ در چه درصدی طالبان تسلط دارند در بالای مناطق در بدخشان و این طالبان کیها است؟ در میان صفوف آنها طالبان خارجی بیشتر از شهروندان کدام کشور است؟ ولایت بدخشان شما میفهمید که داره 28 واحد اداری است. ما در همه ولسوالی ها حضور داریم، به شمول ولسوالی وردوج، در ولسوالی وردوج هم به استثناء دره خوستک و قریه صوفین که ما فعلا در اونجا حضور دارن و در سایر ولسوالی ها یعنی ما به صورت کامل تسلط داریم. بعضی اوقات اگر بودم گروپ های خود و کوچک هم که دست به تخریب و بیکارهای خراب بزنن، یعنی ما آمادگی کار داریم کنه جلو شد بگیریم. قسمی که قبلا هم اشاره نمودم که ما در این تا یک هفته ولسوالی های درایم و کشم و ارغنج خوابی گپا و گروپ هایی که وجود داشت در اون گروه اونجا گروپ ها سرکوب شدن و دزگیر شدن، مقدار زیاد سرهای مختلف نهاد برست آمده و در ولسوالی و دو جام اخیر نامیه که وجود داره که از مدت های دی این ولسوالی مشکلات خود داشت، چون اراضی سهولگور کوهستانی و دورافتاده هست و موقعیتی که پیشتر را اشاره کردم که با کشور پاکستان نزدیک است و همچنان هممرز با نزدیک به ولایت نورستان هست که اکثرا طالبان پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و از چچن، چون این مسیر برای رفت و آمد با پاکستان و آسیای میانه نزدیک است و این طالب هست که در ولسوالی وردوج حضور دارند. شمارشان به چند میرسه؟ آیا میدانین؟ بالاتر از صد تن اتباع خارجی در اینجا دست به تخریب و فعالیت ضد دولتی میزنند. امکانات این طالبان در چه سطحی است؟ طالبان در موقعیتی که قرار دارن از چندین سال به این طرف که در روز لانه هایشان است و از جانب دیگه خود در قسمت کرامنجان معدنی که در اونجا وجود داره، اختلافات منطقی که اونجا وجود داره، همی اختلافات زمینه مسائل ساخته که تا از این اختلافات بین طالبان نیست نفع ببرند و در این مناطق با پایگاه سازی خود و در ساختار تشکیلاتی خود در این لگمه بودن.
سالهای پیش هم در مورد ناامنی در اردوج و کران و منجان گفته می شد که کسان هستند حتی ادعا شد از نماینده های مردم در مجلس که دست دارند در ناامنی ها. گزارش های شما اخیراً از عوامل ناامنی در این ولسوالی ها و در کل در سطح ولایت حاکی از چی است؟ شما میتونید که خود مردم باعث از این میشه که تعدادی که در اونجا مردم در تصرفش هست و میخواهی کنه به شخصی استفاده بکنه و تعداد دیگه هم میخواهی که باید از اون مردم روی از این اختلافاتی که شد باعث همین شد که تا زمینه برای رشد طالب ها مساعد شد و ما برنامه خود داریم تلاش خود کردیم که این معدن به تصرف نیروی امنیتی قرار بگیره تا به شکل درستش از طریق امو مجرای قانونیش کار به اینجا صورت بگیره. آیا در این ناامنی های اخیر شما میپذیرین که کسان حتی از کابل و از نماینده های مردم بدخشان در مجلس در نام ساختن مناطق در بدخشان دست دارن؟ شما میفهمید مشکلات خود همه ولایت کشور داره، به خصوص ولایت بدخشان. ولایت بدخشان نسبت به موقعیتی که داره و جلب توجهی که دشمنان و مردم افغانستان دارن تلاش میکنن که ولایت بدخشان مهم بسازن. همین وصل شده سرک رویل ابریشم از لای بهارک و اشکاشم و همچنین نزدیک بودن به کشورهای همسایه و آسیای میانه و همچنین نزدیک بودن با پاکستان تلاش میکنه که هم ولایت شمال و هم کشورهای آسیای میانه را آسیای پاکستان مهم بسازه و در این حال هم اصلا تلاش خود را به خط میکنه که یعنی از راه ولسوالی بدخشان هم ولایت تخار قنبز هم بکر بغلان نام بسازه و هم کشور تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه را که در این رابطه هم از سایر تلاش سرمایه‌گذاری و ایسای در این اثر قابل لمس است. جناب فرمانده، به عنوان پرسش پایانی، اخیرا نیروهای تازه نفس هم فرستاده شد به آنجا و حتی معین امنیتی وزارت امور داخله هم آنجا حضور یافت. درگیری های که حالا جریان داره، تعهد شما به عنوان فرمانده پلیس این ولایت چی است؟ تا چه زمان ممکن است به این درگیری ها پایان بدین؟ خیلی کوتاه. خدمت گزار کشور و در طول وظیفه داری که ما وظیفه ایجاد کردیم تلاش کردیم که در خدمت مردم و وطن خود قرار داشته باشیم و این تعهد را برای مردم خود میکنیم که ما تا آخرین لحظه حیاتی که خون در بدن داریم تلاش خود کردیم که دشمنان وطن خود اجازه ندهیم که تا امنیت ما را ناامن بسازن و باعث قتل و کشتار مردم شود تا اینکه این خدای نخواسته مادر بی فرزند خانم بی شرف و پدر بی اولاد نشن. به این رابطه از تمام سعی تلاش خود کار خود گرفتیم که امنیت مطمئن خودتر به مردم شریف ولایت بدخشان برگردانیم. همون شهری در سایر ولسوالی ها دوپا را سرکوب شدن با همکاری مردم تمام نیروهای امنیتی انشاءالله که در سرکوبی دشمنان وطن در ولسوالی و اردوج اقدام خود کردیم. خیلی ممنون، تشکر که به پرسش های ما پاسخ دادین. خیلی ممنون. جنرال باباجان فرمانده پلیس ولایت بدخشان با ما بودند و تشکر از همراهی شما. همچنان پایان برنامه امشب، خدا نگهدار.